سلام به تمام بیننده عزیز و گرامی تلویزیون آریانا، مخصوصا علاقمنده و مشتاقای برنامه خودمانی. چی نام قشنگ داره که در خلال این برنامه از خصوصیات شخصی و اجتماعی و هنری و فرهنگی هنرمنده شما واقف میشین عزیزا. ای بار در این برنامه زیبا و پرمحتوا سخن یا صحبت از کسی است که تقریبا چی که نیم قرن است که میخوانه و مینوازه و شاگردای به جامعه هنری تقدیم کردن و مکتب موزیک از اساسگذارایش بوده و مکتب خاص گیتار، یعنی هر قدر در وصف از این هنرمند بگویم کم است. و خواندن پرمسمایشان که میگه جوانی هم بهاری بود بگذشت، به ما یک اعتباری بود بگذشت. به من نبینند عزیز، هنوزم من جوان هستم. و مصری دیگر هم یالی شیر به یادم آمد که میگه خوشا وقته که یار جان بوسه میداد، برایم از دل و جان بوسه میداد. جوانی بود و هم سرمایه اوست، بدون ناز پرسان بوسه میداد. بر صورت شوخی را کنار میگذاریم، استاد بزرگوار آقای ارمان حسین ارمان امرای خود داریم. بسیار خوش آمدین به برنامه ما، بزرگواری کردین، مرحمت کردین. از هر جایی که شروع میکنین مختار هستیم. سلام خدا به شما و تمام بیننده و شنونده رادیو تلویزیون آرینا تقدیم میکنم. افتخار میکنم که شما وقت پیدا کنین امرای من چند دقیقه صحبت. مهربان هستین استاد. من پیشتر از سر پیری و جوانی شما یقینن که پیر نیستین، موارم سفید ماندین و ریشم سفید ماندین و گرچه تجربه زیاد شده میگه موی فلک را، موی سفید را فلکم را یگان نداد. این رشته را به نقد جوانی خریدم. یک عمر نواختین، خواندین. پیش از همه اگر پا فقط میخواستم کوتاه پرسان کنم که در کدامش خود راحت احساس میکنین، کدامش طرف توجه آدینس یا مشتاقایتان قرار داره یا گرفته؟ بسیار عزیز دارم که همیشه غزل و تصنیف برمه میسازه، او استاد یوسف قزاد است. او یک روز برمه گفت که گفتم سرم سفید کردی؟ گفت که پیری آن نیست که بر سر بزند موی سفید، آن جوانی که بدل عشق ندارد پیر است. ما همتر است، بدون عشق و زنه. موسیقی و عشق و عاشقی هر دوی از اینا بخیر رفیق هستن. دقیقا تجربه را زیاد نشان میده. مثل که من پیشتر پرسان کردم، شما مکتب خاص گیتار افتتاح یا ایجاد کردین، از بنیانگذارایش هستین، اما مینوازین، اما میخوانین، کدامش طرف توجه علاقمندایتان تال قرار گرفته؟ از کدامش راضی هستین؟ کدامش پول آورده براتان؟ که مادیات میگه اقتصاد زیربنای جامعه است استاد جان. پول برای خودم نورد، برای شاگردای ما آورده. برای ازی که امیر نوازنده نمیشه، باز خواننده میشه، باید هر خواننده نوازنده باشه. بدون نوازندگی نمیشه، درست؟ و برای من موسیقی آواز اول آواز شروع کرد. خب یک کلان سوال است که میگن که بگن که اول صدا با وجود آمد یا ریتم. میگن اول صدا با وجود آمد، تم طفل که صدا تولد میشه اول صدا میکشه. میگن نه، وقتی که تولد میشه لغتک ها میزن، یعنی ریتم و ساوند یک جای با وجود آمد. بسیار عالی. به ارتباط همی جوانا فکر میکنین که ورود از یا به دنیای موسیقی آسان‌تر شده؟ نظر به تجربه‌ای که شما سالا خواندین و شاگردایی به جامعه هنر موسیقی تقدیم کردین. اینطور یک گپ است که مخصوصا این چاپلوسی نشه، یعنی همی خود بنیاد باید، همی تلویزیون باید، یعنی همینقدر خدمت که در موسیقی مخصوصا بر طبقه جوان کرده، همینقدر کلیپایی که برآمده، همینقدر خواننده‌ای که بخی شور و هیجان ساخته، و می‌بینیم که هر سال از سال دیگه که بهترتر و خوبترتر شنونده‌های زیادتر پیدا کردن، بیننده‌های زیادتر پیدا کردن. این بسیار کلان افتخار است. یک به خاطر ما دو روز از امریکا برای ما دکتر سبستان شهر تلفن کرد. من این از وقت میشناسم، دختر شاگرد من بود، گیتار یاد میگرفت. خب بسیار پرسان کرد دیگه پا آیا؟ من گفتم که من میرم هندوستان. اوه هندوستان که رفتی شخصا همی سلام مرا بر انجینیر صاحب به سناتور تقدیم کو، بگو این خدمتی که خودت بر جوانا و موسیقی کردی تاریخی را هیچوقت فراموش نمیکنه. گفته ایره سلام برش بگو از طرف من و ایره بگو. این ما خوب است که از این تریبون شما هم ایره میگو که کل مردم بشنه. شما هم دین ادا کردین. سلام ما برای جناب دکتر صاحب شرق تقدیم است. با استفاده از این فرصت بسیار تشکر. پیامتان حتما انجینر صاحب بیاد میشنوه. تشکر استاد گرامی. من که من پیشتر از شما مطرح کردم نظر به تجارب سابقه که خود شما از آغاز این روزای جوانیتان پا به عرصه آوازخوانی و سراییدن و نواختن گذاشتین، ورود یک قشر جوان یا طبقه جوان چی از ناس چی از ذکور چطور میبینین در شرایط فعلی که آسان از سهولت های دارن یا برعکس مثل قدیم اما مشکلات خود داره؟ برعکس ثابت بسیار مشکل بود. یعنی ما خودم که در رادیو از 15-16 سالگی شروع کردیم، یعنی با بسیار مشکل چندین دفعه
از رادیو قیرخ به سر خوانی و درست نخوانی و برو از سر بخوانی بیا و بید حالا بسیار آسان شده رادیو ها برامه در تلویزیون برامه در کلپ در حالا هر کس یک جای میخوانه یک کلپ در میکنه و میخوانه درست؟ باز طرف توجه قرار میگیره؟ این طور است خوب میخوانه؟ نه دارم مخوانده این خود نماشه خود زمان آساسا خود به خود از بین میرنه و مخوانده اونه این تو همه قدر است که تعداد تشریف زیاد است تعداد نام خدا خانده بسیار زیاد است و هر روز زیادتر شده میره و این مردم همی دیپلوم هنرمند هم مردم میده یه تو نظر دارم که مردم قضاوت میکنه که ما استاد هستم یا پروفسور هستم میگه فقط دیپلوم ما در این عقیده هستم که دیپلوم هنرمند مردم میشه مردم قضاوت میکنه خوب است یا خوب است و من خوش هستم که جوانا مصروف باشن بخوانن یعنی و یک توصیه من برای جوانا اینمی هست که من خوش دارم که یک آلی موسیقی رو باید یاد داشته باشن یکی ارمونی هست یکی ارگن یعنی اکثرا 99% همی ارگن هست و ارمونی هست ما چه سازه را داریم تنبور داریم دوتار داریم دیگه دنبور داریم کل از اینا مقبول مقبول سازه هست آز میدونیم که اگان تا تنبور میگیره عکت میکنه یا دوتار میگیره میخونه اما نمی نوازم ولی میشه که نمی نوازم یعنی بسیار حتمی است بیخی بیخی زر یه چند گپ است یکی ای که تشویق میشه تمام مردا و از موسیقی اصیل خود ما از بین نمیره و دیگه این که معقول چیز است خب شما گیتار نواختن به می ملحوظ به می دلیل یاد گرفته اینا گیتار اینا من گیتار در سویس استعمال رباب میزنم هر روز رباب سر میکنم خب که رباب یک عشق دارم اونمو تمام غم دل ما اونمو مسافری و غربت بسیار سخت خیراز جوان ماندن تان امو است چون برنامه خودمو نیست میریم یک مقدار سر زندگی شخصی تان گفتین به سویس من خبرم دارم که زندگی میکنین چطور از هوا هوای سویس خوش هستین به سویس زندگی کنین یا به افغانستان از لحاظ معنوی و از لحاظ نرمند خود برای مملکت خود و برای مردم خود نرمند است مردم دمو سویس میگردم دمی سالان یک سلام مرم کس والیت نمیگیره اما دمی وطن عزیز خود که میگن دمی هر قدم از جوالی گرفته تا تکسی والا تا هر نوازنده یک خواننده هر کسی که میبینیم نخود فروش هر کس استاد میشه که نه عکس میگیره و میلوانی میکنه ای خودش به ذات خود برای آدم یک رویه میده که والا منوز یک چیز هست و زنده است بله دقیقا از واژه پیری خوشتان میای استاد؟ نه ای خود یک چیز دبیست من بسیار خوش هستم که میکواریم جوانی هم بود جوانی تیر شده این تو اینا که اگر پس که من هیچ وقت خود مست نکردیم تا دا اینک خود میبینم که نه نوران و شوق به حساب مود زمانه ریشتان مندین ریش فرانسوی بسه مقبولم معلوم میشه نسبت